و همچنان ناگفتن نمان عزیزایی که دوست دارن برنامه های ما را تماشا بکنن، به خصوص گزارش های عموین افغان را سر بزنین به چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا. چینل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین، با دوستاتون شریک بسازین و گزارش های عموین افغان را میتونین بار بار ببینین. لایک و کامنت هم داشته باشین در برنامه و گزارش های همایون افغان که پیامایتان هر هفته خود همایون عزیز مرور میکنه و گزارش های خود را قسم تنظیم میکنه که شما عزیزات دوست دارین و علاقه مندش هستن. بله، و همچنان مهمان عزیز ما که از راه بسیار دورم همراه ما امروز می باشم، بانو فهیمه سرفراز هستن که به صورتشان اسید پاشی شده بود، مورد خشونت قرار گرفته بود متاسفانه و فعلا هم در آمریکا با عنوان فعال حقوق زن فعالیت های خودشان را شروع کردن و انجام میدن. یکی بیشتر در ارتباط به کارهایشان چه گفتنی دارن، همین لحظه میریم به طرف بانو فهیمه سرفراز و بیشتر صحبت ها را از زبان خودشان بشنیم و اینکه اونا چه گفتنی هایی دارن و کارهایشان از کجا شروع کردن، در اونجا زندگیشان چگونه سپری میشه، کارها و فعالیت هاشان چگونه است، کیا همراهشان هم کاری داره، همه گپایی است که همراه ما شریک میسازن و مطمئن هستیم که روزای خیلی سختی رو اونا سپری کردن تا که میگن سختی را نبینی شاید نتونی درد یک هموطنت یا کسی را شاید نتونی که درک کنی. ماه مبارک رمضان هم به همین معنی است، تا که ماه مبارک رمضان نرسه ما شاید از دل گشنگان، از دل کسایی که واقعا یتیم هستن و واقعا نیازمند هستن و واقعا با شکم گرسنه میخوابن از دل اونا نمیاییم. پس ماه مبارک رمضان همین درس واقعا بر ما میتکه، ما وقتی گرسنه هستیم میفهمیم که او کسایی که واقعا نان برای خوردن ندارن روزا و شبهاشون چگونه سپری میکنن و از دل اونا زیاد میایم. و بانو فهیمه سرفراز هم واقعا شاید مشکلاتی را که دیدن و متاسفانه به صورتشون هم اسید پاشی داشته، خیلی جنجالار دیدن، خواستن امروز بیان بازم سر پای خود ساچن و به عنوان فعال حقوق زن از حق و حقوق زنان بیان و دفاع کنن. بله، واقعا افتخار ما هستن زنان افغان که همیشه از خود شجاعت و قهرمانی نشان دادن و تسلیم هیچ شرایط سخت و دشوار نشدن. ببینیم که امروز از کارکردهایشان چی گفتنی های دارن و از کجا بالاخره سفر زندگیشان را آغاز کردن تا ای که به این مرحله رسیدن، گفتنی های بیشتر از خودشان خواهد داشته. بله دیگه، بانو فهیمه سرفراز سلام به شما برسه، وقتتان بخیر باشه، خدا کنه صحتمند و سرحال باشی، روز نمازتان قبول. سلامت باشم خدمت شما و تمام بیننده های عزیز، امیدوار هستم که خوب و سلامت و لباس عافیت در تن داشته باشن. روزه و نماز همه دوستان تبریک باشه، قبول و درگاه هم. تشکر، سلامت باشین بانو سرفراز، خوشحال به این هستیم که شما را امروز داریم با خود در برنامه. چند مدتی میشه که شما از کشور رفتین و خارج از کشور زندگی میکنین؟ من تقریبا حدود 3.5 سال میشه که خارج از کشور متاسفانه زندگی میکنم و دور هستم از کشورم، وطنم. آها، چگونه هست اوضاع در اونجا، زندگی در اونجا در این مدت 3.5 سال شما واقعا تانستین با او چیزی که بخواین میخواستین برسین، با او چیز برسین در اونجا که امروز با عنوان فعال حقوق زن در اونجا فعالیت میکنین؟ خب شرایط زندگی، خب هر جای دشواری های خودش داره و اینجا همه طور بعضی مشکلات هست که آدم باید همش دست و پنجه نرم بکنه، ولی الحمدلله خوب هست. و خب ما یک مدتی که وقتی که ما زمانی که میخواستم بیایم با آمریکا به خیلی به آرزوهای آمدم که ما بتانم رسمی فعالیت های خود را شروع بکنم برای حقوق زن و خشونت، مبارزه با خشونت، ولی متاسفانه به خاطر حادثه ای که سرم شد و ما حدود 2.5 سال تقریبا به حالت دپرشن خیلی شدید قرار گرفتم و نتانستم فعالیت های خود را زودتر شروع بکنم. خب در حدود تقریبا بین 7-8 ماه الی 1 سالی که شروع کردیم، خوب است الحمدلله، خوب پیش میرم و توانستم بعضی برنامه هایی که قبلا آرزوش داشتم و کم کم در مرور زمان برنامه ریزی کنیم تا بتانیم که او رو به کرسی بشانیم و انجامش بسیم بر تمام زنهای افغان. آها، انشالله که موفق باشیم بانو سرفراز، ما هم همراه شما هستیم و واقعا هر کاری که اگر ما میتونیم واقعا انجام بتیم و ما واقعا میتونیم کمی از مشکلات شما رو حل بسازیم، ما هستیم در خدمت شما و ما هیچ وقت دریغ نمی کنیم بخصوص در این راستا که بیاییم و دادخواهی داشته باشیم و حق خانوما رو بخوایم و بیاییم و شعارهایی داشته باشیم در این راستا، هیچ وقت ما همکاری ما رو از شما دریغ نمی کنیم. بانو سرفراز، بیاین در ارتباط به حمایت و پشتیبانی کسایی که همراه شما هستن و شما رو حمایت میکنن، در اونجا چگونه هست که شما اومدین این کار رو شروع کردین، واقعا کسایی هستن در کنارتان که شما رو همکاری کنن؟ خب در شروع یکی از تقریبا 1 سال پیش یکی از دوستان ما بود که
و همیشه مسشوق میکرد که یعنی باید بلند شی و صدایت بلند بکنی تا چی وقت میخوای خاموش باشی و یه درد با خود حمل و نقل کنی. خب یک کمی راست و انجام دارم بعضی به حساب صدا بلند کردن در سوشال میدیا و اینا، ولی خب دوباره درگیر همون وضعیت روحی شدم و عقب نشینی کردم. ولی در این مدتی تقریبا 7-8 ماهی که دوباره، یعنی 7-6 ماهی که دوباره شروع کردیم، خب در اوائل از تمام خبرنگارای افغان ما که یکی از دفترهایی که اینجا در ویرجینیا هست و فعالیت داره، اونا ما را حمایت کردن و دعوتم کردن که بیا ما حمایتت نکنم تا بتونی صدایت بلند بکنی و بر جامعه بگو که مدافع حقوق زن هستی و برنامه هایی که بر جامعه داشتی بر زنان افغان داشته بکنی و مرور زمان پیاده بکنی و انجام بدی. خب تمام از تمام خبرنگارای افغانی که اینجا بودن واقعا زحمت کشیدن و همکاری کردن تا مسئله ما بلند بکنم و حالم در چون من در کالیفرنیا هستم و خیلی مسافر راه زیاد است با ایالاتی که به حساب من کمک کردن و حمایتم کردن، اونجا خیلی بسیار مسافر راه زیاد است. اینجا بعضی از دوستا هست که پشت پرده مرا یعنی تشویق میکنن که بتوانم به پای خود استاد شوم و هر لحظه قوی و قوی تر شوم و دوستایی دارم الحمدلله که در هر رسته کمک میکنن و مشوره میتونم و همراهی میکنن تا بتوانم برنامه هایی که دارم من انجام بدم. خب خدا کنه همچنان حمایتشان ادامه دار باشه و همچنان در هر راستای دیگه هر کسی اگر کسی را داشته باشه در کنار خود که حمایتش کنه همون قدر قوی تر میشه، همون قدر روحیه میگیره. بانو سرفراز، بین کمی در ارتباط با این حادثه‌ای که بر شما رخ داده بود که چرا اسید پاشیدن به صورت شما، کمی صحبت کنین که این گپا از کجا پیدا شد و کیها فکر میکنین که مخالف کارهای شما بودن که این کار را انجام دادن و متاسفانه این حالت بد بر شما ایجاد کردن. خب زمانی که من یعنی به فعالیت شروع کردم سالهایی بود که یعنی زنها زیاد فعالیت نداشت، ولی من همون جنونی که بود شرف که بود در کدام سال بود؟ در سالهای 2006 2007 2008 که من کلاب پرورش اندام داشتم و همون زمان ها مخالفت هایی بود که بسیار زیاد بود و ولی من مبارزه کردم، همراهشون استاد شدم و خواستم یک حساب خدمتی بر خانم ها انجام بدم و بعد ازم که کاندید پارلمان بودم فاطبا مشکلات و بعضی تهدیدها و اینا بود و حال چون من خیلی علاقه داشتم که بتونم زمانی که من با آمریکا میایم بتونم یک ارگانیزیشن رسمی بخاطر حمایت از خانم ها درست بکنم و بتونم صادقانه خدمت بکنم و افغانای ما و همیشه شعارم این بود که من اگر در افغانستان نتونستم این کار را بکنم و زمانی که با آمریکا برم به اردوهای میرسم و میتونم خدمت بکنم به مردمم. من فکر میکنم که تک حتی همین حرفا بود و کسایی که کار انجام داد ترسیدن که اگر ما در افغانستان جلو از دیره گرفتیم میگوی آمریکا بره و میتونه فعالیت های خود اثر بگیره و بهتر و بهتر پیش بره. و خب بعضی موضوعات فامیلی بود، یعنی که این موضوع برمیگرده به موضوعات فامیلی که داخل فامیل متاسفانه کسایی بود که این کار انجام دادن و از بیرونی ها که اشخاصی بودن که همدست به این موضوع شدن و خیلی یک برنامه‌ریزی خیلی خوبی پیش بردن که موفق شدن به کار خود که یک کار انجام بدن، ولی این که بتونن مرا خاموش کنن و سرکوبم کنن به این کار اصلا موفق نشدن، بلکه مرا قوی و قوی تر ساختن. دقیقا، واقعا مشکلات جنجال ها ما را قوی تر می سازه و کسایی که اگر به این باور باشن که اگر به این نفر ضربه بزنن یا لطمه برسانن طبعا او را خاموش می سازن یا چوب می سازن، اگر او نفر خودش همونقدر همت و پشت کار داشته باشه هیچ وقت خاموش نمی باشه. و امروز هم شما با این همه مشکلات، با این همه جنجالی که داشتین، شاید خیلی روزهای سختی را سپری کردین، امروز بازم سر پای خود ایستاد شدین و کوشش میکنین که به آرزوهایتان برسین. واقعا بله واقعا یعنی روزای خیلی مشکل رو گذراندم ولی الحمدلله گذشت و حال انشالله که به اهداف خود برسم. انشالله که موفق باشین. بیشتر پلانهایی که روی دست گرفتین و امروز که آمدین با عنوان فعال حقوق زن کار میکنین، پلانهایتان، هدفتان، شعارتان
بیشتر چی است؟ کمی توضیحات بتین که در روزهای آینده شما چه پلانهایی را میخواین تطبیق کنین که بیشتر بیان آگاه بسازین بعضی از کسا را که شاید آگاهی ندارن از حق و حقوق زن و بیان بیشتر حق و حقوق زن و جایگاه زن را برشان معلومات بتین. بله، ما باز پشت صحنه با چند تا از دوستایی که داریم که و کشورهای که از دوستای ما به افغانستان هست و خودشان تحلیلگر سیاسی هستن و یکی از دوستای دیگه ما که قبلا در همین کار یعنی بلدیت داشتن و فعالیت میکردن، خانم و شوهر بودن در افغانستان بر زنان افغان و بر مردم افغان کارا را خدمت میکردن، اونا هستن و یکی از دوستایی که یعنی خیلی دوست خوبم هست، اونا که همیشه ما تشویق میکنن به این کار که باید حتما شروع بکنیم و اونا کلن یک جای میخواییم که یک برنامه وسیع داشته باشه. خب طبعا هر کار طبقه و طبقه پیش میره، بسیار باید از شروعی که از کم شروع بکنیم و بتانیم بزرگ و بزرگش بکنیم. خب در قدم اول میخواییم که با همین موضوعی که مبارزه بکنیم علیه خشونت، علیه کارهایی که در حق زن در افغانستان جریان داره و ظلم و ستمی که در حق زن جریان داره بتانیم مبارزه بکنیم و بتانیم یک جایی باشه که زن بتانه صدای خود بلند بکنه و چیزی که در بتانیم کمکی که ضرورت داشته باشه به دسترس قرار بدیم. و جالبی که من خودم وقتی که زمانی که سالم بودم هنوز یادم نشده بود من بعضی موضوعاتی که می‌دیدم علی زنان خشونت میشد و یک عضو بدن خود از دست میدادن، من همیشه میگفتم من زمانی که من سرپا شوم برام و بتانم یک فعالیت خیلی خوب بزرگ درست بکنم با افغانای ما که وقتی که اینا یک عضو از بدن خود از دست میدن و یک ضربه جسمی میخورن ما بتانیم حمایتشان بکنیم و همون مصرفی که برشان میاید انجام بتیم خواهی که دست پیش این و اون دراز نکنم. من این اهدافم بود. خب یکی خودم قربانی شدم و یک مدت خودم مورد همچین کار قرار گرفتم، مجبور شدم که کمک بخوایم و دست بالا یک شرایط خیلی سخت گذراندم و همین رو میخواییم که یعنی ترجم برتون بگویم که یک ارگانیزشن درست کنیم که اول سطح آگاهی مردا رو بالا ببریم و بتانیم در بر زنها کاری بکنیم که بتانن راه یعنی درآمدی داشته باشن و بتانیم پس آگاهی اونا را بالا ببریم که بتانیم از حق و حقوق خود دفاع بکنن. بسیار خوب، انشالله در کارهایتان موفق باشین و دوباره قصد برگشتن به افغانستان دارین؟ خیلی زیاد آرزوش دارم، خیلی زیاد، و انشالله که یک کمه که برنامه ما پیش بره امکان داره که دوباره برگردم بخیر. خیلی زیاد بخیر. دوست دارم که برگردم، یعنی واقعا از دل و جان میگم هست. بخیر باشین، سلامت باشین بانو سرفراز. پیام و گفتنی تان به خانمایی که واقعا حالا هم شاید در شرایط خیلی بدی قرار دارن، شاید هم با مشکلی مثل شما روبرو شدن و شاید هم زیر تهدید هستن، تحت خشونت هستن، با اونا پیام و گفتنی تان چی است که اونا هم انگیزه و همون ایستادگی خودشان را از دست نتن؟ خب در شروع اول که من خیلی خوشحال هستم که خانم های امثال شما میبینم که در این شرایط دشوار افغانستان فعالیت دارین و خدمت میکنین و سررسانی میکنین و تمام جهان واقعا باعث افتخار ما هستین و خیلی خوشحال هستم که قرار هنوز هم افغانستان با این شرایط سخت زنهای قوی هم داره و کسایی که زیر ظلم و ستم و یا تهدید هستن همین هم میخواییم از چون من خودم شخصا وقتی که با این شخص من ازدواج کرده بودم میگفتم این آدم قدرت داره بیا مرا نجات میده از دست دیگه اشخاص. یک تجربه خودم رو بگویم بر مردم که میفتم این نجات میده مرا از زورمندا و از کسایی که با امکان داره که مرا از بین ببرن و فکر میکنم از بین بردن اون زمان خیلی بهتر بود از این حادثه که حال سرم آمد و همین رو میخوایم که مقاومت بکنن و از حق نگذارن و احساس شما صدای خود بلند بکنن. حتما کسی هست که صدایشان رو بشنوه و بتونه حمایتشان بکنه و همیشه قوی و استوار بمانن تا بتونیم یک افغانستان خوب و آباد بسازیم. شما زنده و سلامت باشین، انشالله، امید به خدا. تشکر بانو فهیمه سرفراز، فعال حقوق زن، از اینکه وقتتان رو صرف برنامه کردین و صحبت‌های خیلی خوبتان همراه ما شریک ساختین. در کارهایتان موفق باشین. وقت بخیر. زنده باش، تشکر از شما. خدا نگهدار.
سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.